off on. I'm done. Thank you very much. Thank you. نمایش اتحاد و یک آخر هفته پرکار برای وزیران خارجه کشورهای گروه هفت. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا در بندر لیورپول میزبان نمایندگان هفت کشور و اقتصاد بزرگ دنیا و اتحادیه اروپا است. او این گردهمایی را فرصتی برای نشان دادن رویکردی متحد در مقابله با سیاست‌های خصمانه می‌داند. ما کشورهای گروه هفت به عنوان دموکراسی و اقتصادهای پیشرو در جهان باید برای پیشبرد دامنی آزادیمان متحد شویم. برای حفظ امنیت، پیشرفت و تقویت خودمان متحد باشیم و برای دفاع از ارزش‌هایی که به آن معتقدیم رویکرد فعال و مثبتی در پیش بگیریم. با تغییر دولت در آمریکا، جو بایدن وعده بازگشت آمریکا به صحنه دیپلماسی را داد و ایفای نقش رهبری. حالا اختلاف آمریکا با اروپا کمتر و همگرایی بین آنها بیشتر شده. نه تنها در برابر روسیه و بر سر اوکراین، بلکه در مورد برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات وین. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اینجا دیداری جدا با وزرای خارجه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا داشت و تاکید کرد با سه شریک برجامی گفتگوهای سازنده‌ای در مورد مذاکرات وین داشته. اینجا در وین هفتمین دور گفتگوهای احیای برجام 8 آذر از سر گرفته شد. بازگشت ایران به میز مذاکره با پیشنهادهای حداکثری لغو همه تحریم‌ها و همچنین نادیده گرفتن توافقات در مذاکرات قبلی بود. در واکنش کشورهای اروپایی گفتند ایران جدی نیست و پیشنهادهایش را غیر سازنده توصیف کردند. با توقف موقتی مذاکرات در این مرحله به گزارش رسانه‌ها رابرت مالی نماینده آمریکا به وین نیامده، اما موضع رسانه‌ای ایران تاکید بر جدی گرفتن مذاکرات و ابراز امیدواری بوده. شنبه وزیر خارجه در کنار ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 اینطور گفت: در حوزه بی اثر کردن تحریم ها و لغو تحریم ها دو مأموریت مهم به دستگاه دیپلماسی سپرده شده. ما موظف هستیم که مجاهدت کنیم. راهبرد استراتژیک برای حکومت ایران: رفع تحریم دست دشمنه، خونسا کردن تحریم دست ماست. غیر از اینه رفع تحریم ما که نمیتونیم خودمون رفع تحریم کنیم، دشمن باید رفع تحریم بکنه، اما خودمون میتوانیم این تحریم دشمن رو خنثی کنیم. در وین پیاده کردن این استراتژی در تاکتیک مذاکراتی هیئت ایرانی روشن نیست، اما رویکرد حداکثری ایران ما به ازای دیگری دارد که به آژانس بین المللی انرژی اتمی ختم شود. بی جهت نیست که وبسایت نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی از تعاملات نزدیک و مثبت میان ایران و آژانس نوشته. تدابیر جدیدی برای پیگیری روندهای ضروری از سوی سازمان انرژی اتمی کشورمان آغاز شده که ضمن خونسا نمودن اقدامات مغرضانه تکمیل کننده دیپلماسی فعال ایران در شرایط جدید است. از دوم تیر و پس از حمله به سایت کرج، ایران دسترسی آژانس به این تاسیسات را تعلیق کرد و 6 ماه است که حافظه دوربین‌های آن را هم در اختیار این نهاد ناظر سازمان ملل قرار نداده. بعد همکاری با آژانس موجب شد تا موقتاً پرونده ایران به نشست فوق‌العاده شورای حکام آژانس فرستاده نشود. اما در وین به موازات مذاکره، رفت آمد بین هتل و محل اقامت هیئت 40 نفری ایران بی‌اعتنایی به نگرانی‌های آژانس خطر واگذاری پرونده هسته‌ای ایران به شورای حکام را دارد و در نهایت به سازمان ملل متحد، جایی که فرصتی برای یارکشی یا اتلاف وقت باقی نمی‌گذارد. شهره جولانی، لندن.